سلام و درود فراوان دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت رو به دست آوردم تا مجددا در قالب یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام در خدمتتون باشم. همونطور که وعده کرده بودم، من قصد دارم که حداقل در تایم تابستون که فرصت بیشتری دارم، یک روز در میون یا هر روز اگر فرصت بشه براتون تولید برنامه داشته باشم و امیدوارم که مورد قبول پسندتون هم قرار بگیره. اما امروز به سراغ زندگی نامه یکی از هنرمندان خوب کشورمون، یکی از خوانندگان بزرگ و فقید کشورمون میریم، مرحوم مازیار، که میدونم خیلی از شما عزیزان با صدای ایشون خاطرات خوبی رو پشت سر گذاشتین. صدای مخملین ساده روستایی که به دلهای همه ما نشست و برامون خاطر ساز شد، خواننده‌ای که تونست سری در بین سرها در بیاره، به ویژه در دهه‌ای که معروف است به دهه طلایی موسیقی پاپ ایران. اگر بخوام به زندگی نامه مازیار رجوع بکنم، باید از نام اصلیش و زادگاهش و اینکه در چه سالی متولد شد آغاز بکنم. عبدالرضا کیانی نژاد در اول تیر ماه سال 1331 در شهرستان بابل متولد شد. او از همون سنین کودکی علاقه‌مند بود به فعالیت خوانندگی، تا جایی که زمانی که با دوستان خودش در همون سنین صحبت میکرد میگفت مطمئن باشید که من روزی خواننده معروفی خواهم شد. اما چه شد که مازیار یا همون عبدالرضا کیانی نژاد تونست آرام آرام به فضای حرفه‌ای‌تر موسیقی راه پیدا بکنه و بتونه سری بین سرها در بیاره؟ خب همونطور که واقف هستین، اون زمان اردوهای تابستانی رامسر به قول معروف برگزار میشد و هنرمندان و نوجوانانی که به هر حال استعدادهای خاصی داشتن این امکان رو پیدا میکردن تا توانایی‌های خودشون رو بروز بدن. این یکی از اتفاقات خوبی هست که در دوره پهلوی افتاد، چرا که در وهله اول یک نوجوان استعداد خودش رو پیدا میکرد و در مرحله بعدی این امکان رو میداشت تا هنر خودش، استعداد و توانایی خودش رو به منصه ظهور بگذاره. خب در اردوهای تابستانی رامسر عبدالرضا کیانی نژاد حضور بسیار مستمری داشت، معمولا هم به عنوان خواننده فعالیت میکرد و تونسته بود حتی توجه بسیاری از هنرمندان سرشناس حوزه موسیقی، من جمله آقای جهانبخش پازوکی رو هم به خودش جلب بکنه. خب در سن 16 سالگی مازیار تصمیم میگیره که به تهران بیاد و فعالیتش رو به صورت حرفه‌ای‌تری در عرصه موسیقی ادامه بده. ضمن اینکه در همون دوران در یکی از میشه گفتش که رقابت‌های موسیقیایی که به داوری آقای محمد نوری بزرگ برگزار شده بود، حائز رتبه شده بود و محمد نوری هم بسیار صدای او رو پسندیده بود. وقتی جهانبخش پازوکی با عبدالرضا کیانی نژاد آشنا میشه، تصمیم میگیره که یک نام هنری برای او انتخاب بکنه و این نام عنوانی نیست جز نام مازیار. و در اصل میشه گفتش که مازیار با همین عنوان شناخته میشه در فضای موسیقی، تا جایی که دیگه بعدها حتی همسر او هم او رو با همین نام مورد خطاب قرار میداد. و جالبه بهتون بگم که اولین ترانه‌ای که مازیار اجرا کرد ترانه‌ای بود که با اون ترانه البته مطرح هم نشده. این خیلی جالبه چون خیلی ها گمانشون این هستش که مازیار با اولین ترانش که مثلا ماهیگیر باشه مطرح شد، در صورتی که اصلا اولین ترانه مازیار ماهیگیر نیست. و حالا من الان نام آرزوهای فردا، این اولین ترانه مازیار بود که به صورت حرفه‌ای ضبط شد و به گوش مخاطبین رسید. این ترانه در سال 1352 منتشر شد و خب خیلی نتونست برای مازیار شهرت و محبوبیتی رو به دست بیاره.
اما مسیر مازیار در بین هنرمندان مسیر دشواری بود. او از شهرستان آمده بود و میبایست خودش رو ثابت میکرد در دورانی که داریوش، ابی، ستار، عارف، حسن شماعی‌زاده و بسیاری دیگری از بزرگان هنر موسیقی فعال بودند. و از دریچه خانم ها اگر میخواستیم به قضیه نگاه بکنیم، خانم رامش، خانم گوگوش، خانم پوران و بسیاری دیگری که به هر حال خوش درخشیده بودن، خانم نسرین رو ما داشتیم و حالا خواننده های جوانتری که هم نسل خود مازیار بودن مثل بتی، شهره، لیلا، به هر حال اینها افرادی بودن که در اون دوران به نوعی تازه فعالیت خودشون رو آغاز کرده بودن و با هنرمندان خوبی هم کار میکردن، یعنی با تنظیم کننده های چغر، با آهنگسازان و ترانه سراهای خیلی خوبی کار میکردن. و حالا مازیار آمده بود و میخواست خودش رو در بین این جماعت هنری ثابت بکنه. برای اون که برای اینکه او بتونه با آهنگسازان بزرگ، ترانه سراهای بزرگ کار بکنه، میبایست در محافل اونها شرکت میکرد، خودش رو به اونها میشناسوند. و خب این هم کار آسونی نبود. به هر حال ما باید بپذیریم که در همه دوره‌های تاریخی کشورمون ممکن بود مافیا، حالا نمیخوام عنوان مافیا رو بگذارم، محافلی شکل میگرفت و مثلا برخی از خوانندگان با ترانه سراها و آهنگسازان خاصی عجین میشدن، اخت میشدن و کار میکردن و به همین دلیل ممکن بود فرصت کمتری برای خوانندگان نوظهور و تازه وارد فراهم بشه. اما مازیار آدمی بود که آمده بود برای دیده شدن، برای شنیده شدن و پشتکار بسیار خوبی هم در این زمینه داشت و رسید به مرحله که وقتی که شو تلویزیونی استودیو 11 به تهیه کنندگی فرشید رمزی استارت خورد و خواننده های نورسی رو در اصل ایشون شناسایی کرد و به برنامه خودش دعوت کرد، مازیار معمولا جزو افرادی بود که در پشت صحنه برنامه های استودیو 11 حضور پیدا میکرد، سعی میکرد خودش رو با هنرمندان وقف بده، اخت بشه، رفیق بشه. و برای نمونه خاطره ای رو من نقل میکنم از آقای پرویز طاهری که جزو خوانندگان جوون اون برنامه بود، میگفتش که مازیار برخلاف اون ترانه های خیلی جدی و خاصی که اجرا میکرد، شخصیت بسیار شوخ و صمیمانه ای داشت، تا جایی که زمانی که خانم شهره ترانه دختر مشرقی رو به تازگی اجرا کرده بود، همیشه در پشت صحنه برنامه ها مازیار به شوخی به اون میگفت دختر مشتقی و این همیشه یک جدل کلامی بین مازیار و شهره راه مینداخت که نمیتونست جذابیت های خاص خودش رو هم داشته باشه. ولی خب مازیار با دو ترانه بسیار محبوب شد، دیده شد و به شهرت میشه گفت سراسری رسید. اولین اونها ترانه ماهیگیر بود که شعر و در از ترانه و موزیک اون رو آقای جهانبخش پازوکی ساخته بود، همون فردی که میشه گفتش که اگر بخوایم واقعی به قضیه نگاه بکنیم شاید مازیار از کشف‌های آقای جهانبخش پازوکی هم به شمار میرفت. تم این ترانه برخلاف اون تصوری که شاید خیلی ها داشتند اعتراضی بود. این که وقتی که مازیار داشت این ترانه رو اجرا میکرد و از لب خونین بچه ماهی میگفتش که در دریاست و مخاطب رو میبرد به سمت و سوی دیگری، یعنی چون فاصله زمانی اجرای این ترانه با مرگ صمد بهرنگی که قصه ماهی سیاه کوچولو رو نوشته بود خیلی زیاد نبود، شاید مخاطب رو درگیر حاشیه های سیاسی پیرامون اصل ترانه هم میکرد. خب همه میدونن که صمد بهرنگی متاسف بود به این که جزو نویسندگان چپ هست و خیلی ها معتقد بودن صمد بهرنگی در یک حادثه غرق شدن در رودخانه از دنیا نرفته و ساواک ایشون رو کشته. خب بعدها مشخص شد که صمد بهرنگی در به واسطه یک حادثه از دنیا رفته و
ساواک هیچ نقشی در مرگ اون نداشته، همونطوری که به هر حال در مرگ شریعتی و آتش زدن سینما رکس هم ساواک دخل و تصرفی نداشت. ولی خب به هر حال اون ذهنیت و قرائت هایی بود که در اون زمان صورت می گرفت و بدگمانی هایی بود که نسبت به سیستم و به ویژه دستگاه امنیت حکومت پهلوی وجود داشت. خب مازیار هم مثل بسیاری دیگری از هنرمندان جوان اون دوره از این امر مستثنا نبود. او هم دلش میخواست دیده و شنیده بشه و میدونست که ترانه های سیاسی، ترانه های اجتماعی، ترانه هایی که تم اعتراضی دارن مخاطبین جدیتر و مهمتری رو به خودشون اختصاص میدن تا حالا ترانه هایی که به نوعی میشه گفتش که شش و هشتی هستن و خیلی از مضمون و محتوای خاصی بهرمند نیست. بعد از اون کار دیگه ای رو با جهانبخش پازوکی تجربه کرد که اون کار هم بسیار دیده شد که نام اون ترانه کبوتر هست. کبوتر هم جز ترانه هایی بود که مازیار رو، یعنی سطح محبوبیت مازیار رو ارتقا بخشید و او رو دیگه تثبیت کرد به عنوان یک خواننده‌ای که در فضا، در مارکت موسیقی ایرانی در پایتخت فعالیت میکنه و کمپانی ها به دنبالش میان برای اینکه کاست هایی رو از او ضبط بکنه. نکته که اینجا دلم بخواد راجبش با اتون صحبت بکنم این هستش که مازیار از یک مقطعی به بعد، یعنی مثلا از سال 56 به بعد، اگر قائل با این باشیم که مثلا از سالهای 55 اواخر 54 اوائل 55 مازیار آرام آرام به دنبال تثبیت شرایط خودش در فضای موسیقی ایران بود، دیگه در سال 56 مازیار یک خواننده محبوب بود و ترانه هایی هم که اجرا میکرد بسیار تمهای سیاسی و اعتراضی داشت. ترانه سالار خسته که اون هم از کارهای جهانبخش پازوکی بود، بعدها ترانه شهید رو اجرا کرد و ترانه فریاد رو اگر اشتباه نکنم اجرا کرد و بسیاری از ترانه هایی که مازیار در اون دوره اجرا کرد میشد گمان برد و حد زد که بسیار همتراز و همگن با شرایط اجتماعی سیاسی اون دوره بود و جا داره این نکته رو هم بهش اشاره بکنم که در 17 شهریور سال 1357 بعد از اینکه ماجرای خیابان ژاله رخ داد و حالا در تظاهرات تعدادی کشته شدن، مازیار به مناسبت 17 شهریور هم ترانه‌ای رو اجرا کرد که شاید کمتر کسی شنیده باشه و من یک ورژن بسیار ناقصی از اون ترانه به گوشم رسید که البته فکر میکنم ضبط نهایی هم نبود، خیلی هم هوا کشیده و پر از خشخش بود که شاید خیلی نشه به وضوح اون رو منتشر کرد. اما خب مازیار جزو افرادی بود که عملا به انقلاب ایران پیوسته بود. نکته دیگری که دلم بخواد راجبش باهاتون حتما حرف بزنم در ارتباط با مازیار این بود که مازیار در سال 1357 با دختر خانم جوانی که از رادیو تلویزیون با صدا و تصویر مازیار آشنا شده بود یک طرح دوستی و سپس ازدواج رو می‌ریزه. این دختر خانم عاشقانه مازیار رو دوست داشت و نامشون هم خانم افسانه سهایی بود که بعدها به ازدواج مازیار درآمد و همسر رسمی ایشان شد. خانم افسانه در اون دوره به دلیل عشق و علاقه زیادی که به صدای مازیار داشت سعی کرد که با او ارتباط برقرار بکنه. این ارتباط برقرار شد و مازیار هم دلبسته این دختر خانم جوان شمالی شد. البته میدونم همسرشون همچنان هم در شمال ایران زندگی میکنن و دختر خانومی هم دارن که دختر خانومشون هم خانم کیانی نژاد از خوانندگان خوب کشورمون هستن که برای بانوان هم کنسرت هایی رو برگزار کردن. ولی خب مازیار این دلبستگی دو طرفه شد، ماجرا ادامه پیدا کرد. وقتی که انقلاب ایران به پیروزی رسید، انقلاب سال 57 به پیروزی رسید، مازیار برخلاف اینکه این امکان رو داشت که از ایران مهاجرت بکنه و به کشور دیگه‌ای برای ادامه فعالیت هنریش بره، با وجود اینکه این امکان رو داشت ولی ترجیح داد ایران بمونه. او در
سلسله مصاحبه هایی که در سال 58 انجام داد، گفتش که من نیازی نمیبینم ایران رو ترک بکنم. آثاری که من اجرا کردم، ترانه هایی که من قبل از پیروزی انقلاب اجرا کردم، همشون قابل دفاعه. ترانه هایی بوده که همگام و همقدم با جریان مردمی بوده و به همین دلیل نیازی نمیبینم که بخوام فعالیتم رو در کشوری جز ایران ادامه بدم. خب اگر دوستانی که به هر حال سن پدران و پدر بزرگان ما یا حالا مادران و مادر بزرگای ما رو دارن، میدونن که بعد از پیروزی انقلاب به همت آقای میبودی و دوستانشون مجموعه کاست های شبانه ای تولید میشد که این کاست ها در استودیو سبا ضبط میشد. خب افرادی مثل آقای میبودی که به هر حال سرآمده به قول معروف این برنامه ها بود، آقای علیرضا نوریزاده، آقای از هنرمندان عزیزی که فعالیت میکردن، خود فریدون فرخزاد بود که تا قبل از خروجش از ایران در سال 59 اگر اشتباه نکنم در برخی از این برنامه ها حضور داشت و بودن، هنرمندان زیادی بودن. خود مازیار بود که این ترانه ایران ایرانش که فکر میکنم در سال 58 منتشر شد و به نوعی میشه گفتش که به دل خیلی ها نشست، خیلی ها رو به ویژه افرادی که در غربت به سر میبردن رو به نوعی میشه گفتش که داغشون رو تازه میکرد. ترانه بسیار غم انگیز و البته دوست داشتنی بود. آقای علیرضا میبودی این ترانه رو نوشته بودن و خب مازیار این ترانه رو اجرا کرد که خب میتونم بگم که با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد، به ویژه همونطور که عرض کردم هنرمندانی که در اون بازه زمانی ایران رو ترک کرده بودن. حتی به یاد دارم که با یک فاصله زمانی کوتاهی آقای ستار همین ترانه رو در امریکا ضبط کردن، ولی خب به هر حال همه ما با صدای مخملین و میشه گفتش که تا حدودی غمناک مازیار این ترانه رو شنیدیم و برامون هم دلچسب بود هم شاید به نوعی ناگوار، چرا که از وطن و شرایط وطن میگفت و خب در دوره این کاست ها ضبط میشد که حکومت جدید مستقر شده بود و آرام آرام نقد هایی نسبت به وضعیت موجود داشت شکل میگرفت. خب خانم مرجان هم با این کاست های شبانه فعالیتشون رو ادامه داده بودن، ایشون هم ترانه هایی رو یکی دو ترانه رو فکر میکنم ضبط کردن و اجرا کردن و همینطور آقای عماد رام هم جزو هنرمندانی بود که بسیار بسیار فعال و اکتیو بود و تقریبا هر روز ضبط برنامه داشت در استودیوی سبا برای کاست های شبانه و این کاست های شبانه فکر کنم تا اواخر 58 یا اوایل 59 ضبط و پخشش ادامه پیدا کرد که بعدن خب عملا تعطیل شد و بسیاری از اون هنرمندانی هم که در ایران بودن کوچ کردن، مهاجرت کردن و به یک تبعید ناخواسته گرویدن. اما با این وجود مازیار همچنان در ایران دلش میخواست زندگی بکنه و بعد از سال 59 هم که حالا کافه ها تعطیل شده بود، فضای جنگ شده بود، یه مقدار شرایط فرهنگی جامعه دست خوش تحولات قرار گرفته بود، مازیار همواره استوار در ایران موند کنار خانواده خودش، همسر خودش و شاید خیلی ها حتی نقد هایی رو نسبت به خانم افسانه سوهایی همسر ایشون داشته باشن که میگن اگر شاید همسر مازیار این امکان رو ایجاد میکرد و به نوعی رأی مازیار رو نمیزد، مازیار میتونست به خارج از ایران بیاد، فعالیتشون رو اونجا ادامه بده و بسیاری از اتفاقاتی که بعدها براش رخ داد رخ نمیداد، که البته اینا به نظر من گمان زنی های درستی نیست. این تشخیص و ترجیح مازیار بوده که در ایران بمونه و طبیعتا حالا ممکنه خانومش موافق حضور مازیار در ایران بوده، ممکنم نبوده باشه، ولی در عمل آنچه که اتفاق افتاد این بود که تا سال 1373 مازیار بجز اجراهای خصوصی و نمیدونم اجراهای آزمایشی به نوعی به هیچ کار و فعالیت حرفه‌ای در حوزه موسیقی
نداشتن که در سال 1373 آلبومی با عنوان گل گندم رو به بازار عرضه کرد که متاسفانه باید بگم که اون آلبوم بنا به دلایل نامعلومی توقیف شد. اصولا هیچ ارگانی نمی اومد بگه که مازیار صداش ممنوع هست یا نیست، فقط بعد از اینکه فعالیتی شکل می گرفت و آثاری تولید می شد یه هنرمند یهو متوجه می شد که ظاهرا جایگاه و پایگاهی از منظر مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد زمان خودش نداره و چقدر هم باید تأسف خورد به حال مسئولینی که مازیار و مازیارها رو، فریدون فروغی ها رو، فرهاد ها رو در دورانی محروم کردن از فعالیت و امروزه دارن جواز میدن به ترانه ها و ملودی هایی که شاید به جرأت بشه گفتش که بی اخلاقی رو داره ترویج میکنه، فاقد ارزش های هنری لازم هست و نمیدونه آدم باید افسوس بخوره، باید متاسف باشه یا به قول عادل فردوسی پور باید سرشو به دیوار بکوبه از این اتفاقایی که داره صورت میگیره. در هر صورت اون آلبوم توقیف شد و متاسفانه 3 سال هم بعد از توقیف اون آلبوم، در شرایطی که مازیار تنها 45 سال داشت، یا بهتر بگم شاید هنوز 45 سالش هم تمام نشده بود، به صورت خیلی ناگهانی در سحرگاه 16 فروردین سال 1376 سکته توأمان مغزی و قلبی داشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. مازیار رفت ولی صداش موند، ولی هنرش موند، ترانه های نابش رو ما همچنان داریم گوش میکنیم. مازیار زنده است، مازیارها زندن. هیچ کدوم ما وقتی که داریم ترانه از مازیار گوش میکنیم مرگ او رو به یاد نمیاریم. او و هنرمندانی مثل او همیشه زندن، در یاد و خاطره همه ما. امیدوارم که قدر بزرگانمون رو بدونیم تا غیبتشون برای ما حمله بر افسوس و تأسف نباشه. در هر صورت ببخشید منم یه مقدار حال و هوام عوض شد، ولی باید این نکته رو هم بهش اشاره بکنم که همسر مازیار الان در ایران داره زندگی میکنه، خانم سوهایی. من این افتخار رو داشتم که در پیج من بودن به همسران این هنرمندان بزرگ میشه سر زد، میشه حداقل در فضای مجازی اینها رو فالو کرد، بهشون دلگرمی و دلداری داد. وقتی من میبینم که یک خانومی بعد از نزدیک به مثلا 25 سال 30 سال همچنان به شوهر خودش، همچنان به همسر خودش وفاداره، همچنان در پیج خودش عکس ها، ترانه ها و فیلم های مازیار رو منتشر میکنه، این مدل از عشق ها قبطه برانگیزه و امیدوارم که اگر عاشق میشیم این گونه عاشق بشیم و اگر قرار وفادار بمونیم این شکلی وفاداری خودمون رو به همدیگه ثابت بکنیم. من بیش از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم، امیدوارم که این برنامه مورد قبولتون قرار گرفته باشه و دوست داشته باشین. من تلاش میکنم که بتونم در برنامه های بعدی هم به زندگی سایر هنرمندان بپردازم و تا اونجایی که برام مقدور هست برنامه های جذابی رو براتون تولید بکنم، امیدوارم که در این زمینه موفق باشم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدارتون، به امید دیدار.